فیلم سینمایی همسفر که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که رئیس شرکتی عاطفه رو اقفال کرده اما حاضر نیست با اون ازدواج کنه. مراسم ازدواج عاطفه با جوونی دیگه هم به هم میخوره و اون که اختلال حواس پیدا کرده تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. بخشایی از فیلم همسفر رو با هم تماشا میکنیم. ما که خودمون هم داریم میریم جلو. فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانوادش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبور تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. رحمتی بخی زنگ میزنم. برو ببین کیست. زنگ نمیزنه انگه، زنگ گوشه تو زنگ میزنه. زنگ میزنه. بگی بخواب. رحمتی بخی درو از پشنه درو بردن. ای با درکه درو بردن، یه دره دیگه میخرم بابا. خجالت بکش. خیلی پول دارت میخواد یه دره دیگه هم بخرم. تو چه مربوطه اصلا؟ ده بجون بابا. پولشو من میدم تو رسنه. نه بابا بجو می زنه می زنه شلوارم رو بکشم بالا خانه خراب. یه سر با سر با نظر با تو بگیم من آدم خطرناکی هستم. هیچ خالتی هم نمیتونی بکنی. برو کشک تو بسا. کشک تو بسا. کشک؟ میسی که من کشک سابم. چه خبره بالا آمدیم که خانه خراب. زیر 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 ولی میکنه خانه خراب دیگه. آمدیم دیگه برای چه خبره آخه؟ حیا کن بابا جان. میسی که سر آورده بدبخت، فکر نمی کنه تمام مسافرهای من زهر زبران کرده اصلا. حیا کن، خجالت بکش. ای هی داره میزنه ول نمی کنه خانه خراب. بزن. سلام علیکم. چی میخوای؟ کافه من تعطیل، مسافرخانه من هم پره. برو بکر تو خودی آمدی. ما اومدیم آبجیمونو ببینی. آبیجی؟ آره. کدام آبیجی؟ مریم، اینجا خوننده. برو پسر جم، برو پای کار تو، برو مسافرخانه. من جای این حرفا نیست. و تو بگویم من آدم خطرناکیم. ما آبجیشیم. تو آخه مردی که آبیجی مریمی؟ یعنی بنده اینقدر علوفشندیم ها؟ برو بگردیم یله. داره واکنه همه. چرا هول میدی خواب؟ شبگرد مرد لالیه که خواننده کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه،
اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. کیه؟ ابا ابا ما که اومدیم اینجا؟ دیشب؟ ابا ابا با کله پاچه میاد چیون عشق هست؟ من عاشق کله پاچه بسم جونم شهران شهران پاچه کله پاچه یه تو بابات با سمون سو بزود کله پاچه میخری خدا نیامرزده چیون کله پاچه؟ من میمیرم واسه کله پاچه منم بیا ابا خوش باله اونایی که تو خونهشون مرد دارن تو نمیدونی چه نعمتی آقا باید سر بشن من باید بشین اینجا خوشمزه هست ابدا نو سنگه کنه از کن بیاد برو بچما خیلی خون بده نو سنگه بده به من با خوشم دیگه این پا فیلم سینمایی صمد در به در می شود که تو سال 1357 ساخته شده راجع به ماجرای کار پیدا کردن و پول در آوردن صمد تو شهره که با دزدیده شدن الاغ شروع میشه. بخشایی از فیلم صمد در به در می شود رو با هم تماشا می کنیم. صمد آقا، صمد آقا چی شده؟ برین خواهر مادر منم لیلا، تو باید زود از اینجا فرار کنی. مرد من اومده. شوهرته؟ نه یعنی آره تو فقط برو از اینجا اگه ببینه تت خیالات بد میکنه از اون چاقو کشاست چاقو؟ نه حالا نه همینجا صبر کن اون الان تو پله هاست وقتی اومد تو من درو باز میذارم تو فرار کن باشه تو فرار کن من خودم درو حالا کجا برون درختم ندارم ازش برم حالا هرچی شو برم یه سر وقت ما بیا بیر 50 تومنه بگیر نه نمیخوام تعرف نکن بگیر لازمت میشه باشه حالا کجا بچه خوابیدی؟ چطور شد زنت اجازه داد بیای بیرون؟ بهش کلک زنم گفتم باید بار بشم گفتم بچه خوابیدی؟ اگه بهت نگفتم مشروب خورده دیگه سراغ من نگیم من مشروب نخوردم بیا خون ببینم دیگه چی بود؟ هیچی در رو باز گذاشتی به خودی میگه مستی با تو رو مستی میزنه با آدم موشی ها پسری از همکاری با پدر تبهکارش خودداری میکنه. پدر و همدستاش به خشونت متوسل میشن و اتومبیل اونو میدزدن و پسر هم با همکاری پلیس اونا رو گرفتار میکنه. بخشایی از فیلم جاده تبهکاران رو با هم تماشا میکنیم. یاله پیاده شین. مگه چی شده؟ به نظرم لوله بنزین گیر کرده مجبوریم شبا همینجوری بمونیم. چشمم روشن. هنوز هیچی نشده ماشین خراب شد. خدا عاقبتشو به خیر بکنه. هوا تاریکه کاری نمیشه کرد. این پایین یه قهوه خونه است. شبا همینجوری میمونیم تا صبح ماشین روبرا بشه. مثل این که امشب اینجا موندگار شدیم بیاییم پایین به شما ماشین سواری نمیاد بیاییم بد شانسی هی بفرمان بکش که شانس بفرمان که مرگشه مریم جا دختر چرا انقدر بول میزنی؟ آخه لباس هم به نوک صندلی گیر کرده تیکه تیکه شده خوبه که گلوت به نوک صندلی گیر نکرده پیرهن تو عوض کن آخ آتیر به جونت بیفته زن خاک بر اون سرت کنن با این ماشین نگه داشتنت شاگرد به این بی بخاری نیده نه خیر این ماشین برای ما ماهین نمیه اوخ سلام خوش کرد اوخ جانم برو خوم شو مگه نمیبینی من لختم قربونت برم این چرا لخت شده حکما خاطر گل روی منه ببین عزیزم برایت به جانم این از خود گذشتگی کاش که من اون بودم ای خدا Go!
چیه؟ چی شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من هیچ کار. شما مثل اینکه خواب میدیدین. یه دفعه جیغ زدین، بعد اسم یه نفر به نام محمود رو بردین. ببخشید. آره، خواب بدی دیدم. الان یه لیوان آب براتون میارم بخورین. حالتون جا میاره. متشکرم. شما منو ترسوندین. خیال کردم کسی به شما حمله کرده. محمود، اون کیه شما تو خواب صداش میکردین؟ شوهرم. او، شما گریه میکنی؟ او، چه بد. بیاین، اشکاتونو پاک کنین. تازه شستمش. تمیزه. الان مگه شوهر شما کجاست؟ هنوز پروانه به دنیا نیامده بود که شوهرم از دست دادم. چطور شد؟ رفته بودیم دریا، سوار قایق بودیم. من از اولش با قایق سواری تو دریا مخالف بودم، چون نه من شنا بلد بودم نه شوهرم. دریا یه مرتبه طوفانی شد، قایق ما داشت چپه میشد. شوهرم اومد طرف من که کمکم بکنه، چون احساس کرده بود که من دارم پرت میشم تو دریا. همین موقع تعادل خودشو از دست داد. اون میونه امواج خروشان دریا دست و پا میزد و از من کمک میخواست، اما هیچ کاری از دست من ساخته نبود. ما از ساحل خیلی دور بودیم، هیچ کس صدای منو نمیشنید، اما اون دیگه از دست رفته بود. همه این جریان و طوری به سرعت اتفاق افتاد که مدت ها برام مثل یه خواب بود، یه خواب هولناک. فامیل شوهرم که از اول با ازدواج ما مخالف بودن، خواستن لکی ناجوری به من بچسبونن و منو متهم کنن. در نتیجه افتادم زندان. بعد با اون مرد آشنا شدم، با کمک اون از زندان نجات پیدا کردم. دیگه از دنیا سیر شده بودم، مدت ها نسبت به همه چیز و همه کس بدبین بودم، چون از خودم و همه چیز بیزار شده بودم. بعد پروانه به دنیا اومد. همینطور که پروانه بزرگ می شد، امید نوعی در دلم شعله ور می شد. امید به زندگی، امید به همه چیز. آره، بچه ها همینن. آدم حاضره به خاطرشون هر کاری بکنه. من نمی بایست این حرف رو به شما می گفتم. نه، مانعی نداره. اتفاقا من خیلی خوشحال میشم که منو یه دوست خوب حساب کنین. متشکرم. خب دیگه حالا بهتره بگیریم بخوابیم. شما هم خیلی به خواب احتیاج دارین، چشماتون قرمز شده. نه، من